سلام به همگی حالتون چطوره امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستین خوب خوش و سلامت باشید با فال تاروت از کانال تاروت سار همراهتون هستم طبق قولی که داده بودیم امروز میخوایم تاروت خانی برای دوستانی که عنصر وجودی اونها از آتش هست داشته باشیم به نیت سال جدید میلادی پس تاروت خانیمون رو شروع میکنیم به نیت سال جدید میلادی برای دوستانی که کامنت گذاشته بودن مثل محمد، آرامش، ابراهیمی، ایران، مانلی، رامین، سلما، اعظم، علام رضایی و همه دوستانی که کانال رو سابسکرایب کردن و عنصر اونها از آتش هست تا اینجا برای عنصر خاک و آتش تاروتخانی انجام دادیم ولی برای آب و هوا هنوز تاروتخانی انجام ندادیم و دوستانی که این دوتا عنصر هستند کامنت بذارن تا موقعی که میخوایم تاروتخانیمون رو شروع کنیم انرژیشون رو هماهنگ کنیم با انرژی کارتا بتونیم براشون تاروتخانی بهتر و دقیق تری داشته باشیم یه کارت دیگه بکشیم اما تا یه کارت دیگه به پر بیرون از دست کارتا جونم براتون بگه که بعد از تماشای این ویدیو اگر این تاروتخانی مورد پسندتون بود لطف فرمایید لایک کنید و این کانال رو مورد حمایت خودتون قرار بدیدینم کارت دوم دوستانی که عنصر شما از آتش هست دارم میبینم که توی یک وضعیت سخت گرفتار شدید یک وضعیت طاقت فرسا فکر میکنید کنترل زندگی داره از دستتون خارج میشه اما تاروت میگه توی سال جدید اعتدال به زندگی شما برمیگرده علاوه بر اینکه اعتدال به زندگیتون برمیگرده استقلالی که داشتید و فکر میکنید اون استقلال رو از دست دادید دوباره اون استقلال رو به دست میارید توی یک تصمیم گیری نمیتونید قاطعانه عمل کنید الان اما این تصمیم گیری مربوط به ازدواج نیست اما توی سال جدید قاطعانه تصمیم میگیرید و عمل میکنید البته به دست آوردن این استقلال با کمک یک فردی هست که با شما رابطه احساسی هم نداره حتی نسبت فامیلی هم نداره یک غریبه بهتون کمک میکنه تا استقلال از دست رفتتون رو دوباره به دست بیارید حالا میتونه یک مشاور باشه یک مشاوره درست بهتون بده اما انقدر وضعیت شما رو به بهبودی میره انقدر وضعیت شما خوب میشه که خیلی از ها بهتون حسادت میکنن ببینید اوایل سال این اتفاقات خوب نمیافته میتونم بگم تا فصل تابستان وضعیت شما مثل الان هست اما یواش یواش تغییر میکنه این وضعیت و بهتر میشه زندگی زندگیتون مراقب یک شیء با ارزش یا مال اموالتون باشید که از شما دزدی نشه چون دارم اینجا دزدیده شدن رو میبینم یک چیزی از زندگی شما دزدیده میشه به دست آوردن یک فرصت مناسب اما چون کنار این کارت اومده بذارید یه کارت بکشم مطمئن بگم که این فرصت توهمه یا نه فرصت مناسب یا یک پیشنهاد وسوسه انگیز به شما میشه ولی مراقب باشید که این براتون اگر قبولش کنید پشیمونی به بار میاره شما در سال جدید پیشنهادی رو میگیرید از نظر کاری به احتمال زیاد که اگر قبولش کنید پشیمون میشید از کارتون از قبول این پیشنهاد برای دوستانی که قصد فرزنددار شدن دارن دارم براتون بارداری رو میبینم یک بارداری که شما مدت ها یا سال هاست منتظرش بودین. ولی یک اخلاق شما تو سال جدیدم تغییر نمیکنه شما الان هم خیلی وقتا از یه بحثی بالا میرید یه پی یه،, حرفی رو خیلی میگیرید و همین باعث میشه که بهتون ضربه بخوره یه جاهایی شکست بخورید یه جاهایی به رابطتون ضربه بزنید خب همطور که اول فالتونم اومد گفتیم شاید یک مشاوره باشه الان دیگه با اطمینان میگم تو سال جدید کسی به شما مشاوره میده و شما به حرفاش به مشاورهاش عمل میکنید و عمل کردن شما باعث میشه مدت های زیادی همه چیز به میل شما باشه تغییر و تحولی که توی زندگی اتفاق میفته خوشایند باشه و باب دلت شما مشکلی با خواهر یا برادر کسی که رابطه خونی باهاتون داره دارید که این مشکل این کدورت سال جدید رفع میشه و رابطه شما با اون فرد درست میشه اما از نظر قانونی احساس ناامنی دارید الان چون انگار که توی یک طوفانی گرفتار شدی. براتون دادگاه میبینم اگر شما ازدواج کردید با همسرتون مشکل دارید یا اینکه جدا از هم زندگی میکنید دارم سال جدید برای شما دادگاه میبینم جلسه رسمی و قانونی میبینم که نتیجهش هم جدایی هست اما اگر مشکل قانونی شما به غیر از این موضوع خانوادگی هست برنده شدن و بیرون اومدن از یک گرداب براتون اتفاق میفته خب اینم که نشانه ماه خودتون هست یعنی دیگه داره بهمون اطمینان میده که این فال برای آنسور آتش برای مجردها داره حرف از عاشق شدن میگه و شکوفایی عشق تو زندگی تو اگر منتظر یک پول هستین این پول به دستت میرسه ولی برای بیشتر دوستانمون دارم برنده شدن توی یک قرعه کشی یا یک هدیه ی گرون قیمت گرفتن رو میبینم. کسی که عنصر اون از خاک هست داره به شما وعده وعید میده خیلی هم زیاد م... ولی اصلا اون طوری که داره خودش رو نشون میده یه حامی اصلا اونطور نیست تو سال جدید متوجه میشی دست این آدم برات رو میشه اگر بهت قول حمایت مالی داده متوجه میشی که همه ی قولاش دروغ هم و وعیداش هم همینطور و میفهمی که نباید منتظر حمایت یا قولایی که این آدم بهت میده بمونی خب دو تا کارت از دک اجداد بکشیم خب تا گفتیم خودش اولی اومد این از این یه کارت دیگه بگیریم یا دو تا ببینیم چی میشه حالا بر بزنیم کارتامونو میخوایم یک نصیحت از اجداد و نیاکان برای سال جدید بگیریم یه مشاوره یه راهکار بهمون به بدن اینم کارت دوم یکی دیگه من چرا حسم گفت تا کارت بکشم اولین پیام اجداد به شما این هست که بهتر تو سال جدید سر خودتو به کارهای علکی گرم نکنی. درسته که تو یه آدمی هستی که هر کاری از دستش بر میاد آدم ها هستی ولی بهتره روی نقاط قوت خودت بیشتر متمرکز بشی استعدادها و توانایی هایی که داری رو نشون بدی الان داری این توانایی و استعداد خودت رو خرج آدم هایی میکنی که قدر ناشناسن پس بهتره خودت قدر این توانایی ها و استعداد رو بدونی سال هاست که توی زندگیت دارید برای یک کاری یا یه سری از آدم های زندگیت از تاکتیک عقب نشینی استفاده میکنی اما دیگه این الگوی قدیمی رو باید رها کنی چون منسوخ شده و باید اقدام کنی در برابر این آدم ها یا برای این کاری که سال هاست داری پشت گوش میندازید و از همه مهمتر این که تا به حال هر آنچه کاشتید رو در سال جدید برداشت می کنید و از ثمره زحماتتون لذت می برید. خیر انشالله خیلی عالی بود امیدوارم از این تاروت خانی خوشتون اومده باشه دوستان اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک کنید کامنت بذارید و مثل همیشه امیدوارم که خدا بهترین ها رو سر راهتون قرار be